با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه پایان هفته است و ساعت پایانی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان با قدری تأخیر آغاز میکنیم. عرضم به حضور شما امروز هم هفتم سپتامبر 2018 برابر است با 16 شهریور. قریب چند سال میشه؟ بله الان سال نزدیک 40 سال هست از این ماجرا میگذرد و در همون 17 شهریور 1397 انقلاب ایران رقم خورد. من در اون ایام از انگلیس اومده بودم ایران برای کار میان تحصیل و بعضی از رشته های تحصیلی این گونه است که شما باید یه مدتی رو درس بخونی و مثلا 6 ماه درس میخونی، 3 ماه کار میکنی، همطوری ادامه میدی برای مدت 2 سال و بعد برمیگردی درس رو دوباره 1 سال درس رو دوباره همین تا پایان ماجرا. و در اون سال 57 در اون تابستان من در تهران بودم و دیدم خیلی مسائل رو از نزدیک دیدم و یادمه که در همون نماز عید فطر من تصادفاً روی پل سدخندان روی ترافیک گیر کرده بود ماشینا، طوری که همه دیگه وایساده بود از ماشینا اومدن پایین و منم از اونجا نگاه میکردم. یه صف بزرگی بود که از سمت سرای زرابخونه و همون داستان حسینی ارشاد داشت به سمت پایین حرکت میکرد، به سمت سدخندان و پیچ شمرون. در جلوی اون صف دیدم اشخاصی رو مثل مفتح، مثل همون نماز مسجد قباس در حقیقت، و نماز عید فطر بود دیگه، و دیدم که بازرگان و مفتح و مطهری و اینا جلوی صف حرکت می‌کردن. یه بنرم دستشون بود، روش نوشته بود استقلال آزادی قانون اساسی، و به دنبال قانون اساسی میگشت، به دنبال اجرای عدالت میگشت. ولی ناگهان از یه جایی مسیر عوض شد و همین نقطه تغییر مسیر همینجاست، در 17 شهریور 1357، 40 سال پیش. و میشنیدی که میگه شاه مسلمون نیستش که، تمام این دستگاه دولت رو بهائی‌ها در اختیار گرفتن و ما اسلام عزیز رو طالبیم. بنابراین به سمت این میرفت که پس بنابراین اسلام این نامسلمون نیستن، ما یه حکومت اسلامی میخوایم و شاه مسلمان نیست، دستگاه دولت بهاییه، نه هویدا بهاییه، اون یکی بهاییه، اون یکی بهاییه، دکتر شاه بهاییه، همه راجع به این حرف میزدن. متاسفانه جامعه ما چون تاریخ رو باش آشنا نیست، مثلا علاقه نداره، نمرش 25 صدام بود. وقتی تحول در نظام آموزشی شکل گرفت، یا آدم هایی مثل دکتر ودیعی اومدن زور زدن، این نمره رو از 25 صدام تبدیل کردن به 7، در حالی که ما در این دنیای غرب که زندگی میکنیم میبینیم که تاریخ رو راستی از توی کودکستان شروع میکنن آموزش دادن. شما اگه فرزند خردسال داری تو خونت، ازش سوال کن، تو هر مملکتی که هستی ازش یه سوال تاریخی بپرس، راجب پادشاه، راجب حزب، راجب این سوال کن، ببین بچه چقدر اطلاعات داره به شما بده. و ما چون تاریخمون رو اصلا
اهمیت نمیدیم، هنوزم اهمیت نمیدیم. هنوزم اگه بری در ایران بپرسی که در سال 60 کی رئیس جمهور بود، چی بود، بسی یادش نیست، برش مهم نیست. یعنی در حالی که تو همه آمریکا میبینیم که آقای ترامپ میگه من بهتر از توماس جفرسونم، چون مردم توماس جفرسون رو میشناسن، آبراهام لینکلن رو میشناسن، میدونن اینا که بودن چه کردن. ولی قصدم اینه، ما تاریخ رو نمیدونیم، نمیشناسیم، اهمیت برای اون نده. هنوز هم بعد از 40 سال میبینی کمیتش لنگ میزنه از اینکه بیاد یه تحلیل دقیق بده از اینکه واقعا چه اتفاقی افتاد و ببخشید این بخشی از زندگی روزانه ماست. و هنوز هم یه تحلیل دقیق از این ماجرا وجود نداره، چطور شد که اینطوری شد، چرا اینجوری شد، چرا این اتفاق افتاد، نیست. هر کسی از ذهن خود یه مسائل رو مطرح میکنه. مشغولم در بعد از برنامه ها یه مجموعه رو پیدا کردم بعد از کار ارزنده‌ای که پرویز کاردان انجام داده، یه مستندی به نام نارفیق ساخته از این ماجرای حسین فردوس. من به مجموعه فیلم‌هایی که خود جمهوری اسلامی ساخته رسیدم و اینا رو دارم پخش میکنم. خواهش میکنم ببینید اینا رو، خوبه، کمکت میکنه. حقیقت نیست، راستشو نمیگه، ولی خوبه بشنویم. بالاخره از میان دروغ میشه به راست رسید، راه همیشه هست. اون که میگه ماه زیر ابر نمیماند، حقیقت پنهان نمیماند، اینا واقعیته. اون روزگار کوتاه کنم فشرده برات بگم، دنبال اسلام میگشت جامعه، تبش اسلام بود و این فاجعه‌ای که میبینی از اونجا آغاز شد. امرو بعد 40 سال دنبال چی میگرده؟ اگر باز به تاریخ نگاه بکنیم، نه زیاد دور بریم، در سالهای 1930 که بحران مالی از آمریکا شروع میشه، جهان رو فرا میگیره و این دیگه نقطه سیاه تاریخ اقتصاد جهان است در معاصر، سالهای 1930، فقر و فلاکت. در این فقر و فلاکت تو جامعه اروپا یه چیزی میزنه بیرون بهش میگه فاشیسم، یک ناسیونالیسم افراطی. امروز جامعه تو لایه پنهانش میبینی که میگه اینا عربن، اینایی که دارن حکومت میکنن عربن، ما که عرب نیستیم، که ما ایرانی هستیم، ما به دنبال ایرانی میگردیم، ما به دنبال یک مقتدر، یک رضا شاه میگردیم. ظهور رضا شاه در اون دوره با توجه به شرایط جهان، جهانی که تازه به نفت دسترسی پیدا کرده و ارزش این طلای سیاه رو میدونه، صنعت داره پیش میره، ماشین سازی را افتاده، هواپیما ساخته شده، داره با سرعت حرکت میکنه، در روسیه به خاطر بحران ها انقلاب شده،
یک انقلاب بلشویکی. انگلستان در هند منافع عظیم داره، وزارتخونه هند شرقی داره، یعنی در کابینه انگلستان یه وزیری هست به عنوان وزیر هند شرقی، ایست ایندین، اینقدر مهمه، نگرانه از این امواج به هندوستان برسه، گرچه که میرسه. بعد ما ماجرای گاندی رو داریم، میفهمیم اینو، ولی بسیار تلاش میکنه. راه، یعنی سدی که در این تنگه باید قرار بگیره که جلوی این حرکت رو بگیره، ایران است و افغانستان. نظره نفوذ کنه به هند، همجوری که میام جلو. امروز سیستان و بلوچستان رو درست میکنه، خط میکشه، سیم تلگراف که رد میشه میگه این ور سیم تلگراف مال اون، این ور سیم تلگراف مال تو، اینجوری تقسیم میکنه. امروز که نگاه میکنی میبینی او ایران در شرایط بحران عظیم اقتصادیه، ما به سمت تاریکی سیاهی با سرعت برق و باد در حال حرکتیم. یک سال اندیه دارم راجبه هم میگم که ما با سرعت برق و باد به سمت تاریکی سیاهی در حال حرکتیم. یه تریلی فرش ارزش میلیارد پیروز دزدیدن، حمله کردن، نمیدونم مغازه‌های کامپیوتر رو میزنن میبرن. این شرایط که پیش داره میره به اونجایی میرسه که تو خیابون داری راه میری، یارو میاد جلو میگه ساعت تو واکن، انگشترتو بده، کفش تپات در بیار، کت تو بکن. تو چنین شرایطی اون طرف داره میگه چی؟ میگه این عربه، من دنبال ناسیونالیسمم میگردم، ایرانی باشم. خروجی این بر اساس تاریخ پدیده ایست به نام فاشیسم، پدیده خطرناک فاشیسمه. چهل ساله هیچ کس تحلیل درست نداره. دیشب در خدمت آقای دکتر میرافتابی و چند تن از دوستان بودیم، صحبت شد و اشاره کردم به خاطراتم، گفتم که وقتی که یادتون هست وقتی تلفن به ایران آمد چه شکلی بود، ما یه پدیده‌ای داشتیم به نام مزاحم تلفنی، یعنی طرف زنگ میزد اسباب بازی بود دیگه، نو بود، نمیدونست چیه، کاربردش بلد نبود، تو تلفن فوت میکرد، سوت میزد، هیچی نمیگفت، قطع میکردی، دوباره زنگ میزد، سه باره زنگ میزد، ده باره زنگ میزد. بعضی دیگه به یه جای خطرناک رسیده بود که مثلا زنگ میزد میگفت آقا بچت سر چهارراهی فلان رفت زیر ماشین. یا امروز دیگه اینو نمیبینیم، نیست دیگه، اون کسی گوشی ور نمیداره تو تلفن سوت بزنه، فوت کنه، نمیدونم چیکار کنه، هیچی نگه. وقتی که این رسانه ها به وجود اومد، ما در سوئد در یوتیوبر یه جوانی بود به نام زرقام، یه رادیویی درست کرده بود، شب از ساعت 11 تا 6 صبح این رادیو بود، مردم تو خونه میتونستن رادیوشون رو تنظیم کنن روی این موج بگیرن. و جوان فاضلی بود در حقیقت، ولی مشاعرش رو از دست داده بود زیر این همه فشار و تجربه و
مکافات زندگی، یه جوری خلوز بود. شنیدم که از میان رفته، امیدوارم که روحش در آرامش باشد، اینجا که آرامشی نداشت. بعد ما شبا میرفتیم تو ایستگاه رادیو میشستیم برنامه اجرا کنیم، بیا آهنگ پخش میکردیم، تلفن میشد، نو بود دیگه، مثل تلفنه بود. این آهنگ فلان فلان شده، فلان خواننده بهتره، بلالالا فوش میداد. بذار بگه، ما باید تحمل کنیم، مثل دزدی در فروشگاه. وقتی که فروشگاه ها شروع شدن، این سوپرمارکت ها شروع شدن، قبلا خب اینجوری نبود که این جنس ها رو بری همجور ریخته باشن، هیچکی نباشه. الان که دیگه حتی صندوقدار هم دیگه وجود نداره. میرفتی در بقالی میگفتی آقا دو سی پنیر بده، میگفت میشه مثلا یه دلار و ده سنت، نمیم 77 پنس، پولشو میدادی، جنستو بهت میداد. وقتی که این سیستم به وجود اومد که دیگه همه رو بذاریم مردم خودشون برن بزن وردارن تو پاکت بذارن بیارن دم دخل تحویل بدن، خب وقتی مردم با این حجم مواجه شدن، دیدن کسی بالا سر مال نیست، خب دزدیدن. اینا پس نشستن، بلکه یه تو حسابشون، تو کتابشون یه ردیفی رو باز کردن تو بودجهشون به عنوان دزدی، که اینقدر دزدی میشه، بنابراین اینقدر درصد از سود ما کم میشه، بنابراین وقتی میخوایم جنس کالا رو حساب کنیم، قیمت تمام شده رو حساب کنیم، باید اون میزان دزدی رو هم حساب کنیم، درصدی بهش اضافه کنیم، اینو تحویل مشتری بدیم. یعنی پولش یه جوری هم مشتری میگرفت. و اومدن یه تابلو زدن در مغازهشون که ما محکوم میکنیم، تعقیب قضایی میکنیم کسی که به دزده. بازرسی هم میذاشتن، نمیدن فرا اینا، بعد مچی میگرفتن. امروز دیگه کسی تو فروشگاه نمیره دزدی کنه، خیلی کمه. اگه یکی میکنه میخونی حتی که یارو مثلا پولداره، پیرزنه، پولداره، دیوونه است، فقط این کارو میکنه، یه جور بیماریه. اون نمی کنن این کارا، ولی اوائل می کردن. وقتی این رسانه ها درست شدن، همین اتفاق افتاد. اول با یه شخصیت محترمی به نام آقای گلشنی، مرد عارف مسلکی است، کتاب خونده است، یه برنامه درست کرده بود تو همین کانال پارس. اون موقع هم این همه کانال تلویزیون اصلا این بساط نبود، یادت میاد که این اول بار من فوش رو تو تلویزیون اونجا تو برنامه آقای گلشنی شنیدم که این پیرمرد نمیدونست چجوری بره روز تلفونه رو قطعش کنه، یه جوری شیرجه میزد. من وقتی که خودم شروع کردم یه جمله ای داشتم، میترسیدم خب میاد الان فوش خواهم داده میده چیکارش کنم. میگفتم ما لطف کنید صدای تلویزیونتون رو کم کنید، مثل دو تا دوست از رو خط تلفن با هم صحبت کنید. القا میکردم که آقا مثل دو تا دوست حرف بزنیم، حالا هر چی میخوای بگی بگو، فوش نده. ولی یادشون میاد دوستان، بودم صدای تلویزیون تو کم کن، مثل تو تو دوست با هم صحبت کنی. محسن میفتاد گاهن. اینا رو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه ما داریم به سمت تاریکی سیاهی حرکت میکنیم. خواست جامعه امروز ظهور فاشیسته، تهشونه.
بعد بپذیری، بعد مقابله کنی باهاش. وقتی این رسانه ها، تلویزیون ها شروع کردن در انتهای سالهای 98 در حقیقت 98-99 یکی یکی سر برآوردن، روی ستلایت قرار گرفتن، تلویزیون های محلی وجود داشتن، رادیوهای محلی وجود داشتن از همون دهه 80، ولی سراسری و همه جایی و جهانی و اینا نه، نبود. چیکار کنم اینو؟ چون از این حرکت بدم میاد این کارو میکنم. ببخشید، خودمو سانسور میکنم، ولی باید یادم باشه که اینو روشن کنم. تلویزیون ها که درست شدن یه پدیده نو بود. نخستین بار هم خود آمریکایی ها میخواستن تست کنن. آقای ضیای آتابای هم یه تلویزیون قوی درست کرده بود و همه رو استخدام کرده بود، به هوای اینکه این اون موقع ها برای رسیورها کارت میخریدی، گفتی مثلا چه کاناله، مثل همین کیبل که میگیری میری از شرکت مخابرات میگی آقا تلویزیون به هم بده این کانال، میگه اینقدر کانال داشته باشی میشه، اینقدر هرچی اضافه تر بشه خب طبیعتا گرون تر. اون موقع هم کارت میخریدی میذاشتی تو ریسیور که بتونی میزان کانالایی که دوست داری رو بگیری. زیاد تو به اساس کارت طرحش ریخته بود، طرحش هم درست، ولی جمهوری اسلامی اومد و مجانی. جامعه وقتی میبینه یه چیزی مجانیه، تازه از وطن داره میاد، بیشتر روی میکنه، در نتیجه اون طرح با شکست مواجه شد. ولی طرحش درست بود، طرح اقتصادیش درست بود. دشمن در چه فکریه؟ دشمن از فکر نابود کردن اپوزیسیونه. بنابراین طرح ضیا خوب بود و استخدام کرد آدم ها رو، حقوقای گردن کلوف می داد و برنامه هاش هم درست اجرا می شد. نه ناگهان می دونی دیگه قصه، رفت ایران، برنامه آقای میبودی یا رو ایران پخش شد. آقای میبودی هم نمیدونست، یه هم گفت فهمی که سرکاریه دیگه. توضیح دادم راجب تلفونا، مردمی پیده نو رسیده بود، صداش از تو تلویزیون میدید، فامیلاش تلویزیون حرف میزنیم، نگاه کنم مسخرشون کنیم. و تا اونجا رفت که یهو گفتش که تست کرد میبودی چیه، گفت سیبه، نه چی، بالاخره فهمیدن، خوشحال شدن، ای ای ایران میشه رفت پس، ای 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 هدف کردن ایران. منتها بی برنامه، بدون اتاق فکر، بدون متخصص، جامعه ای که اصلا قهر کرده، همه به هم پشت کردن، اینا شک گرفت. تلویزیون ها اینجوری شک گرفتن، بی هدف، بی برنامه، سلیقه‌ای، بدون تفکر، بدون ذهنیت پشتش. چیکار کنیم؟ میزنیم آقا بیان بشینن، تلفن هم میذاریم و حرف میزنن و مناظره میکنیم. مناظره بهترینه. به من ده ها بار گفتن آقا شما چند نفر رو بیار، نقطه مقابلش هم بیار. من هیچ وقت گوش ندادم. میدونی چرا؟ به ضررمه، به ضرر هممونه. همین اتفاق رو نگاه کن تو تلویزیونه، پنل سیاسیه، فعاد پاشایی، علی جوادی، حشمت رئیسی، چیکار میکنن اینا؟
همدیگر رو تخته میکنن. هیچ چیزی گیر مردم نمیاد جز این که اینا رو لخت میبینن. اور برهنه اون یه خنجر به اون میزنه، اون یه مشت صورت اون میزنه. دشمن به قهقه هست. این عزیزان ما هم فکر میکنن دارن کار میکنن دیگه. من موازم باید دفاع کنم، موازم منه دیگه. اون لیبراله، نمیدونم طرفدار سرمایه است، من یک طرفدار کارگرم، نظام سوسیالیستی دوست دارم. میدونم راهش اینه که تو بیای بری مواضع خودتو تعریف کنی، اونم مواضع خودش رو تعریف کنه، اونم مواضع، نه اینکه سیخ تو چشه هم کنید. ناآگاهانه ها، ولی از پشت آگاهانه است. من یادم میاد که آقای شهرام همایون دستش رو هوا کرد رو تلویزیون، نه تا 1000 سال پیش، 7-8 ماه پیش که تسلیم شد که نمیشه، همه حسابونو بستن، بانک نمیذاره، من فلانم، مریضم، برم. به محض اینکه بازی دیماه شروع شد ایشون برگشت، قدمش خوش. پس اون که گفتی حسابم بسته است، پول نمیذارم، پول نداریم، فلان اینا، چی شد؟ اصل شفافیت داره کار میکنه ها، زحمت میکشه، اونو هرگز فراموش نکنید. ولی خروجی کار کدام است؟ نادانی. بیایم فکر کنیم ببینیم که این جامعه ای که امروز داره به سمت این ناسیونالیسم کور حرکت میکنه، اتفاقا دیشب که وقتی اینو میگفتن یه دوستی گفت آره آقا باید از شر این راحت شم، هر چی میخوای بشه بشه. گفتم آقا اینو 40 سال پیش هم همینو گفتی. خب بله، ولی شرایطم اینجوری نبود، خیلی بهتر بود. گفتم خب امروز چی به دست آوردی؟ امروز ممکنه کسایی بیان بگن که خب پس بنابراین بایستی که اینو نگه داریم دیگه. نه نه، اتفاقا امروز میخوام با دکتر مسعود نقرکا راجع به همین جنگ روانی حرف بزنم. مقاله نوشته تحت عنوان جنگ روانی که این اهریمن ناوکار چجوری همین جملات من رو میچرخونه به نفع خودش استفاده میکنه. اون روزی که تلویزیون ها شروع کردن همیشه اینو گفتن، نه فیسبوک، من چیه تلویزیون ها که من چند سال بعدش شروع کردم، 10 سال بعدش شروع کردم. یعنی اگر پایه رو 2099 بذاریم، 98-99 بذاریم، من سال 2009 شروع کردم، 10 سال بعدش. وقتی که اومد روی ساتلایت، سیستم از آنالوگ تبدیل به دیجیتال شد، خب یه سری از این دوستانی که کار میکردن دانششو نداشتن، نتونستن، بقا نبود، نتونستن ادامه بدن، رفتن، برگشتن، اومدن یه تلویزیون های دیگه نیستن، یه تلویزیون های دیگه هستن، یه تلویزیون های جدید اضافه شدن، یوتیوب اومده، فیسبوک اومده، فیس تایم اومده، تلفن هوشمند اومده، همه اینا در ظرف این 7-8 سال اتفاق افتاد. روزی دیروز با آقای علی فکری، این در حقیقت بینای دانا،
صحبت میکردن به نکات خوبی اشاره کرد. ولی این فهم نمیشه. مملکتی که نمیتونی فقط به ضرب اسلحه مردم رو نگه داری، مدتی میشود ولی فرو سربازم خسته میشه، سربازم تحمل نمیکنه، چون اونم که روبروش وسته خواهرشه، مادرشه، همشهریشه، اونم باید صبح بره در بقالی، در قصابی. بنابراین نمیشه، تا یه مدتی میشه بعدش نمیشه. ولی اگر آرمان داشته باشه، بتونه تبلیغات کنه، کار کنه، مثل سازمان تبلیغات اسلامی داشتن دوره جنگ، گر رو گر جوانهای مردم رو اخفال میکرد تحت قالب ایدئولوژی، آرمان، آرمان خواهی. کلید بهت میدم، صاف میری تو بهش، یه اتاق خوب، کولر هم داره، بخاری هم داره، اتفاقا پنجره داره رو به دریا. سال 88 یهو دید نداره، اینو باخته. گسیل داشت به بیرون بر اساس کارهای ارزنده نیکاهنگ کوثر، بخش مصاحبهش با مهدی هاشمی. گفتگوهای مهدی هاشمی با بیژن فرهودی، مرد بی اخلاق. اومد بیرون، رسانه ساختن. اتفاقا آمریکایی‌ها هم کمک کردن، اسرائیلی‌ها هم کمک کردن، همه کمک کردن. منافعشون ایجاد میکنه. باید فکر کرد، عقل به کار انداخت، آشتی ملی ایجاد کرد. باید آشتی ملی ایجاد کنی. باید دست در دست هم نهیم به مه، میهن خیش را کنیم آباد. رای دیگه نداره، هیچ رای دیگه برایش من متصور نیستم. خیلی خب، بذار برم اینو برات درست بکنم. نامه آقای بهمن دوباره نامه نوشته و گفته آقای نامه رو بخون. ما میگیم چشم، شما بفرست، ما میخوانیم. با گرمترین و صمیمانه‌ترین سلام ها خدمت شما. نامه می نویسم خطاب به شنوندگان و بینندگان تلویزیون میهن، به ویژه خطاب به جوانانی که تلویزیون میهن را دنبال می کنند. اگر این نامه را مناسب دیدین، در برنامه خودتان در روز جمعه از آن استفاده کنید و آن را بخوانید. دوستان عزیز، شنوندگان و بینندگان تلویزیون میهن، به عنوان یه انسان چپ، کسی که چپ به دنیا آمده و زیسته است، چپ هم خواهد مرد، با شما سخن میگویم. سپاسگزارم از اینکه این امکان را فراهم آوردند که من و من نوعی هم بتوانیم دو کلمه با شما صحبت کنیم و صدایی داشته باشیم. او بارها و هزاران بار این را گفته و میگوید که بدون آگاهی از تاریخ و جغرافیا و ادبیات به جایی نمیرسیم. این سخن را باید آویزه گوش کرد. این سخن را باید با آب طلا نوشت و به دیوار آمیخت تا فراموشمان نشود. این خوشوقتی فراهم آمد تا یک بار دیگر بتوانم شنونده سخنان آقای مصداقی باشم. به ایشان درود می‌فرستم. دوستان گرامی، شنوندگان عزیز،
صحبت های آقای مصداقی، آقای مهدی اصلانی عزیز و صحبت های سایر میهمانان ارجمند تلویزیون میهن را جدی بگیرید و با جدیت گوش کنید. اینها بخشی از تاریخ گرانبهای شفاهی ماست. جوانان عزیزی که این تلویزیون را دنبال میکنید، تاریخ چپ و تاریخ چپ ایران را جدی بگیرید. این تاریخ فقط تاریخ حزب توده یا فدایان خلق نیست. این تاریخ فقط تاریخ استالین و لنین و یا ماو یا انور خوجه نیست. تاریخ آنارشیستا، تاریخ تروتیسکا، تاریخ دوران مارکس هم بخشی از این تاریخ، بخشی از این تاریخ چپ است. تاریخ جنگ های داخلی اسپانیا را بخوانید. بخوانید و درک کنید که آنارشیستا که همیشه به تحقیر از آنها به عنوان هرج و مرج طلب و غیره نام برده می شود، در جنگ های داخلی اسپانیا چه کردند و چه بودند. تاریخ ما قبل آنان در زمان مارکس را بخوانید و مباحث سیاسی و فلسفی مارکس با آنان را بخوانید. آثار تروتسکی را بخوانید. تاریخ انقلاب روسیه به روایت او را هم بخوانید و ببینید که با تاریخ جعلی که به دستور استالین نوشته شد چه تفاوت عظیمی دارد. به فصل آخر این کتاب دقت کنید و دریابید که چگونه او بحث سوسیالیست در یک کشور را به نقد می کشد و جواب استالین را می دهد. اگر اهل ادبیات هستید، کتاب قطره اشکی در اقیانوس یا نان و شراب و کتاب های متعدد دیگر از این دست را بخوانید تا بهتر درک کنید که چپ کجا بوده است. اگر فیلم های جدی اهل فیلم جدی و سینما هستید، فیلم های کاستاف گاورس را ندیده اید، آنها را ببینید. ببینید که آنچه در فیلم اعتراف می گذرد مصداق همان حقایقی است که ایرج مصداقی این افتخار مردم ایران بازگو می کند. درود بر همه شما. بهمن فتاحی، 6 سپتامبر 2018. اینم وظیفه ما نسبت به آقای بهمن فتاحی و دوستانش. راهی دیگه وجود نداره، ما گرفتاریم. وقتی میگه یه جامعه عقب افتاده است، این نیست که فقط مردمش عقب افتاده باشن، که همه مجموعهش عقب افتاده است. متاسفم اینو بگم. وقتی یه انسانی مثل یار شاطر از میان میرود، نمیشه اصلا یار شاطر رو نمیدونه چی کار کرد، اصلا نمیدونه کارش چی بوده، چه خدمتی انجام داده. ولی امید نادان، میره میگه باهایی بوده، باهایی بوده، باهایی بوده، باهایی بوده، مادرش باهایی بوده، خوش باهایی بوده، باهایی بوده. نادانی؟ همین ماجرایی که 2 هفته پیش اتفاق افتاد، اوسانلو یه وقت بی خودکی اومد گفت اونو گرفتن، اونو میگیرن، 2 هفته دیگه میام و میگم، 3 روز دیگه با مامورم میام میگم. نفهمید که تو دامه آمد نیوز افتاده. نفهمید که آمد نیوز خودش دامه یکی دیگه است. نفهمید که امین فردین رو فیسبوک گذاشتم، بری ببین کیه، چجوری در دام میفته. شهوته. هر کی میتونه یه ویدیو امروز درست کنه، دیگه نیازی به رسانه اونجوری نی. پس نقش رسانه امروز چیه؟ چی کار باید بکنه رسانه؟ رسانه اون جذابیت تلویزیون، اون جذابیت سال 2000 رو نداره. به خطا رفته. وقتی میگه جامعه عقب افتاده است، همه مجموعه عقب افتاده است. استثناء قابل قبول نی، وگرنه استثناء همه جا استثناء وجود داره، در طبیعت هم استثناء وجود داره. همه اینطوریه.
استثناءن یک کروموزوم عوضی میشه، استثناءن اون یکی منگل عذاب در میاد. استثناء همه جا وجود داره، ولی همه که منگل نمیشه که. استثناءن یک کروموزوم استثناءن جایی میره. بذار برم سراغ موضوع دیگه. پس امیدوارم تا اینجا تونسته باشم حرف خودم رو رسونده باشم، گره کار رو گفته باشم. نه فکر کردم ارزش داره این مطلب این بابا، ولی دیدم نه. عرضم به حضور شما که خواستیم بریم اینجا. خب یه قدی راجع به این موضوع با هم حرف بزنیم. بله شده نیست. میخوام راجع به این حرف بزنم با شما. این سایت تلویزیونی میان چون خیلی آزارم داره میده این روزا و میبینم که اصلا دوستان توجه ندارن به این ماجرا. بنابراین یه بار با هم این سایت رو مرور کنیم. خب طبیعتا اینجا فیسبوک ماست، یعنی اگه بزنی میری به صفحه فیسبوک. این که صحنه اول بازی. بنابراین بغلی رو که بزنی به کانال ما میرسی، به کانال یوتیوب ما میرسی و همه اینها در اینجا قرار داره. پس چی شد؟ این کانال یوتیوبه، این یکی فیسبوکه. اما این پایین پیوند به ویدیو نظرات شخصی، این که مال اون ماجرای گذشته است که زیاد مهم نیست. آرشیو برنامه های گذشته میان تیوی. اینجا شما به یک کانال دیگه میان تیوی دسترسی پیدا میکنید که اینم یه قصه دردآلود دارد که همین اوباش نقشه کشیدن و ما رو محروم کردن از توی، به خیال خودشون، از توی چی بود، از توی یوتیوب ما رو بلاک کردن و من چون اکانت دیگری داشتم از فرداش توی یکی اکانت دیگه این برنامه رو اجرا کردم، ولی اون اکانت هم کار میکنه الان، میتونیم اون یکی هم استفاده کنیم. ولی تو این راه خیلی صدمات خوردم، خیلی نادانی های خودم در درجه اول و دانشی که اهریمن در مقابل نادانی من داشت. برگردیم به وبسایت. خب اینجا 5 تا از آخرین مطالبی که میرسه قرار میگیره. اینجا آرشیو برنامه های صوتی ماست. اگر روی این کلیک کنی به این کانال ما میرسی و میتونی همه برنامه های پادکست ما رو اینجا، نمیدونم چند هزار تا هست، به اینجا برسی. 4035 ترک وجود داره. این هم هستی. اما
اینجا این بخش مهمیه که این سخنرانی امروز یکی از شاهکارهای سخنرانی بود. لحظه دیگر با آقای گوهرزاد راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. این همچی چیزی رو در هیچ کجا پیدا نمی کنی. یعنی این آخرین خبرهای جهان ورلد نیوز و شما میتونید فاکس نیوز ببین، اینا بر اساس رنکینگ خود من اینا رو انتخاب نمی کنم. هر چی خبر تندتر باشه و پر مخاطب باشه در این بالا قرار میگیره. آخرین خبرها CNN، CNN، فاکس نیوز، نیویورک تایمز، دی هیل، این مربوط به واشنگتنه، گاردین انگلیس، بی بی سی، آشتت پرس، دی هیل، گاردین، یو اس تودی، آشتت پرس، دوباره هیل، هیل. این به خاطر این ماجرای انتخابات، خب طبیعتاً موضوع کانگرس و اینا مهمه، به همین دلیل یو اس تودی، رویترز، ام اس ام بی سی، فاکس نیوز، فاکس نیوز، آشتت پرس، CNN، آشتت پرس، گاردین، رویتر، یو اس تودی، رویتر، گاردین، فاکس نیوز، هیل، CNN، چرا امروز از بلومبرگ، واشنگتن پست، الجزیره انگلیسی، آشتت پرس، یو اس تودی، واشنگتن پست، یو اس ای تودی، رویتر، بی بی سی، نیویورک تایمز، نیویورک تایمز، همجوری الی آخر. و میتونی اینا رو خودت دونه دونه، چون شما آشنایید به ماجرا، بنابراین میتونی اینا رو بخونی به راحتی و به اصل خبر دسترسی پیدا بکنی. مهم اونه که اصل جنس رو بگیری. اون واشنگتن پست بود، این یکی مال واشنگتن تایمز، این یه روزنامه در حقیقت دست راستیه در واشنگتنه، این مربوط به ریپابلیکناست. واشنگتن پست مربوط به اونوریا لیبرالاست. واشنگتن پست، این واشنگتن تایمز. We don't have a president. آقای جان کری معتقد. جزیره انگلیسی، یو اس ام، ام اس ام بی سی، فاکس، فلان، پولیتیکو، بلومبرگ. بنابراین این همینجوری خبرها رو در اینجا میتونی دنبال کنی مستقل از این ماجرا. یعنی وقتی اینجا بزنی یه صفحه جدید باز میشه، میتونی اینو بگیری در حالی که تلویزیون اون زیر روشنه برای شما، داره حرفشو میزنه. اگه توانایی این کار داری که همزمان چند تا کار رو انجام بدی، اینم یه موضوعه. بعد مقالات، خب طبیعتاً آرشیو ماست که این آرشیو ویدیو هاست که خیلی ویدیو هست، من 5000 تا 40000 تا ویدیو هست، میتونی به اینجا مراجعه کنی. بعد بخش مقالات که این هم حدود هم چند هزار مقاله است، میای تا انتها، 478 صفحه است، ضرب در 10 تا که بکنی میشه 4780 صفحه، نزدیک 5000 مقاله این تو است. همچی آرشیو وسیع رو هیچ جا نمیتونی پیدا کنی. اما اینجا این درباره ماست، زندگی نامه. اول کاری که کردم خودم رو تعریف کردم برای مردم. من کیم؟ نداری هم چیزی. بعد اهدافم رو گفتم. این داستان نامه به کشورها، این همونیه که دیروز با آقای روحانی کلکل میکردم راجبش. آقای حرفای شما الان داری میزنی، اگر گوش شنوا باشه، اگر قصد تخریب یکدیگر نباشه، اگر قصد دست در دست هم نهیم به میهن خیش را کنیم آباد باشد. 10 سال پیش اینو نوشته، میری میخونی
سال 2010، چند 8 سال پیش شد. میگی چرا نمیشه؟ چرا؟ بعد همینطوری ماجرا ادامه داره. اینا رو به تعمد دارم میگم. ماجرای اپلیکیشن، این یادداشت‌های روزانه و آرشیو کامل یادداشت‌های روزانه است که خود این هم آرشیو مفصلیه. این هم بالای 350 تا از این مطالب باید باشه. این هم یه بخش جدیده، تازه شروع کردیم. بعد اینجا دسترسی پیدا میکنی به کانال‌های مختلف. بعدم اینجا سعی میکنیم که مطالبی اگر جالب باشه. اینجا مهمه، این برنامه های ویژه اسمشو گذاشتیم. اینا ویدیوهاییست که در حقیقت میتونی بهش مراجعه بکنی. و دلم میخواد که اینجا رو هم درست بکنم و بتونم که من الان به شما زنگ میزنم. و بتونی این رو هم راه بندازی. خب اینم از این بخش. ولی بخش آخر، بخش آخر داستان دوستانی است که کتاب درخواست کردن، کسانی که کتاب مصدق رو خواستن در اروپا هستن. متاسفانه اشکالی برای ما پیدا شد و اونم بیپولی ما بوده، نتونستیم این رو برای شما بفرستیم. اگر تمایل دارید دوباره ایمیل بزنید و چشو پرداخت کنید، چون من ندارم واقعا پول پستشو. هر دونش دونه 40 دلار تقریبا پول پستش میشه به اضافه پول کتاب. اگه میتونید، اگه پولشو ندادید بدید، اگه پولشو دادید دوباره ایمیل کنید به من بگید آقا من پولشو دادم، بچه کتابو نفرستید، من برای آقای سهراب پولشو بفرستم تا آقای سهراب کتابو در حقیقت برای شما بتونه بفرسته. مشکل مالی بزرگترین مسئله ماست، همواره به این اشاره کردم و شما هم خودتون شاهدید. ما هر پولی رو که میگیریم همینجا خرج میشه. این رو چطوری میتونم به شما بگم؟ توی کیفیت کار میتونم به شما تحویل بدم، از باب صحنه، از باب تصویر، از باب توسعه، اینکه هر کجا چنگ بندازی میان تیوی رو میتونی داشته باشی، حتی با یه ویدیو با یه اینترنت بسیار ضعیف هم میتونی به مطالب میان تیوی دسترسی پیدا کنی. اینا بابتش ما هزینه میکنیم هر روز بدریه، چون اینا سیستم های تغییر میکنه، ما باید خودمون رو نسبت به اینا به روز نگه داریم. بزرگترین مسئله ما وضعیت مالی ماست. من این جمعه و جمعه دیگه در خدمتت خواهم بود، ولی بعدش به اروپا خواهم رفت و یه سه هفته رو از حضورت مرخصی میگیرم. بنابراین ما از شما در اینجا خداحافظی میکنیم. هفته دیگه هفته آخر ما خواهد بود و بعدش برای سه هفته در خدمتت نخواهم بود. اگر بتوانم امکانی فراهم بشود در اونجا اینترنت پرسرعتی باشد بشود، حتما برنامه براتون تهیه میکنم، حتما برنامه تازه بهتون ارائه خواهم کرد. اگر نه برنامه های دیگه رو جور میکنم که شما طالب باشید اونها رو ببینید. از همه مهرت سپاسگزارم، ممنونم، متشکرم. امیدوارم تونسته باشم حرف خودم رو رسونده باشم. ببینی که ما در کدام نقطه خطر قرار گرفتیم، وضعیت ما کجاست، چه میشود کرد، چه باید کرد ما کدام است. از همراهیت سپاسگزارم. سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، اپلیکیشن رو دانلود کن، به دوستانت هم کمک کن که اپلیکیشن رو دانلود کنه. همونطوری که روی صفحه ملاحظه کردی اینجا برای شما توضیح میده که برای سیستم اندروید یا در حقیقت دیگری چجوری به اپ استور برید. همه چیز حاضره و فقط همت رو میخواد. همت کنید این کار رو انجام بدید، به شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید، شیر کنید، سابسکرایب شوید، مشترک بشید با این شبکه ها، به نفع ماست
و لینک ها رو حتما لایک کنید، حتما شیر کنید، به نفع همه ما خواهد بود. و این که میگم نفع، نفع مادی نیست، آگهی که نداریم به علت بیسوادی که در این زمینه دارم. و به هر حال اینا مشکلات ما هست، شما همت کنید در این زمینه مددرسان ما باش. از همه مهر سپاسگزارم. 3-4 تا برنامه فشرده است پشت سر هم، همراه ما باشید، دنبال خواهیم کرد. ممنون.